خدا رو شکر دستتون درد نکنه. من همینم که میبینین، از هر کی دلتون میخواد میتونین برین سوال کنین. یه بنده خیلی ساده ام، اگه کسی رو پیدا کردین که از من شاکی بود، من یکی دیگه از استانبول میذارم میرم. آقا رضا، تا این حد به خودتون اعتماد دارین؟ بله. ببین آقا سلیمان، اگه کسی از دست من ناراحته، بیاد به خود من بگه. باشه، فهمیدیم، بس دیگه. شما کسی رو ندارین؟ پدری، مادری، خانواده ای؟ من خودم بزرگ همه هم، بزرگتر از منم دیگه نیست. ای بابا عدنان بک، بیا دیگه، ما رو نصف جون کردی، دلم آب شد دیگه. حال نکن، یکم صبر کن، عجله نداشته باش، ایشون الان دارن شام میخورن. اگه برم داشت میخورد تا الان تموم شده بود. این همه وقت داره غذا میخوره، آخه مگه میشه؟ ش، کافیه دیگه. معذرت میخوام. من میرم. نه تو بشین، من میرم. خیر باشه سهیر خانومه. الو. سلام سمر جان، حالتون چطوره سهیر خانوم؟ خوبم عزیزم، یکم نگران مادرت شدم. هر چی به گوشیش زنگ میزنم اصلا جواب نمیده. مامان بیرونه، شاید صدای گوشیشو نمیشنوه. که اینطور؟ صبحم بهش زنگ زدم، یعنی بازم نشنیده؟ نکنه داره از من فرار میکنه. اینطور نیست. ظاهرا که اینطوری به نظر میرسه. به نظرت من کاری کردم که ناراحت شده باشه؟ خب نمیدونی کجا رفته؟ نمیدونم، شاید با دوستاش رفته باشه جایی. مگه فیروزه خانم دوستایی هم غیر از ما داره؟ امروز قرار بود همه دوره هم جمع بشین. الان به یکی از بچه ها زنگ زدم، گفت که اون نیومده. باشه، وقتی اومد میگم که شما تماس گرفتین. باشه، فردا معلوم میشه چرا اینجوری میکنه. باشه. ببخشید مزاحم شدم عزیزم. سلام منو به عدنان بک برسون. سلامت باشین، شب بخیر. اوه چه کنه‌ایه. چی کار داشت؟ سراغ مامانو میگرفت. میگه چرا گوشیشو جواب نمیده؟ فکر کنم مامانم ازش فراریه. مادرت بهت نگفت کجا میره؟ باهاش تماس نگرفتی؟ آخه چش شده؟ من که بهت گفتم چیز مهمی نیست، این عادتشه. پس باهاش حرف زدی؟ نگران نباش. خیالم راحت باشه. نوش جونتون آقا. لطفاً میزو جمع کن، فراموش نکن قهوه آقا رم بیاری. ببینم آقا داماد رسید؟ بله رسیدن. آه، پس قهوه رو بذار همونجا، حتما سهیلا میخواد قهوه بیاره. نه درسته. بریم پایین عزیزم ببینیم چه خبره. تو برو. باشه، میرم ببینم چه خبره و زود برمیگردم. چیزی لازم ندارین براتون بیارم؟ نه. لطفاً پیغام خود را بگذارید. مامای شبتون بخیر آقا. شب بخیر. بابا هم اومد. بالاخره اومدین. حالتون چطوره؟ خوبم مرسی. آقا بفرمایین اینجا. بفرمایین. بفرما بشین آقا رضا. خیلی ممنونم عدنان بک، واقعا شما مرد محترمی هستین. خیلی ممنونم از اینکه ما رو قابل دونستین و تشریف آوردین. استغفرالله، این حرفا چیه؟ بدون حاشیه میریم سر اصل مطلب. من و سهیلا نظرت چیه؟ یکم دندون رو جگر بذاری. مگه داری سیب زمینی پیاز میخری؟ ای خدا از دست تو. نه میخوام ازت یه دسته گل بگیرم. آخه اینجوری که نمیشه، آدم اول باید یه حال احوالی بپرسه. تو که ماشالله آدم فهمیده ای هستی، درسته؟ خیلی منو ببخشید. سهیلا میشه قهوه بیاری؟ بله الان میارم. بود دختر تونتر. خب حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خدا رو شکر همه خوبیم. بعضی وقتا اون جوونو میبینم، سلام منو بهتون میرسونه؟ منظورم آقا مهنده. بله سلام میرسونه، متشکرم. اتفاقا همین الان دیدمش. جدی میگی؟ ماشاءالله دختر خانمتونم بزرگ شده و مثل دسته گل شده. متشکرم، لطف داری. خب دیگه چه خبر، خوبی؟
چرا این گل با خودت آوردی؟ چه میدونم، حواسم نبود. سلام. چطوری بشرا؟ خوبم. چه خوشگل شدی، چقدر تغییر کردی. خیلی ممنون. نهال میبینم ایت. باشه. رسیدنش بخیر. چرت و پرت نگو. آروم باش، بی خودی جلب توجه نکن. بد شد، چرا نذاشتی با هم حرف بزنی؟ وقتی نام زدم بود خسره نداشتی باش دو کلمه حرف بزنی، حالا چی شده؟ شروع نکن، من چه کار به دعواهای شما دارم؟ تازه اگه میخوای ازش فرار کنی میتونیم بریم یه جای دیگه. معلوم است داری چی میگی، اگه بخواد خودش میره یه جای دیگه. بعد از جداییتون این اولین باره که میبینیش؟ آره، من که اولین باره میبینمش. منظورم اینه که اگه بیرون میرفت میدیدمش، خودشو تو خونه زندانی کرده بود. اگه بخوای میتونیم جامون رو عوض کنیم. نه، من راحتم. میبینی که دخترموش رو با خودش آورده، یعنی هنوز کسی رو پیدا نکرده. منم همیشه با دخترموش میبینمش. اینا دخترم و پسرم و واقعی نیستن. درست نمیگم؟ نفهمیدم منظورت چیه؟ من همیشه و همه جا اونا رو با هم دیدم. ناراحت نشو، ولی ما که دیگه مهند رو میشناسیم، اون حتما یه نقشه هایی تو سرش داره. تو اینطوری فکر نمی کنی؟ یک ماه با هم نامزد بودیم، تازه قبلن هم با هم دوست بودیم. این کارا دیگه چیه؟ چرا انقدر باهاش سرد رفتار میکنی؟ بابا بدبخت اون که با تو کار نداره. راستی چرا از هم جدا شدیم؟ راستی تو چرا انقدر فوزونی؟ چرا اینجوری میکنی؟ فکر کنم هرچی بینتون بوده تمام شده. بله، منم همینطور. خب اون یکی دختره چی؟ کدوم دختره؟ اونی که دیروز باهاش تو کشتی بودی دیگه. چرا انقدر رنگت پرید؟ نه اصلا. دروغ نگو. پس چرا قرمز شدی؟ دختره واسط خیلی عزیزه. نه گفتم که نه. هیچ دختری تو زندگی نیست. هیچ کسه هیچ کس؟ نه، خواهش میکنم بازجویی کردن رو تموم کن. خیلی خوب، ببینم اون دختره. بس دیگه نه. فقط یه سوال دیگه، اگه خودش بیاد اینجا بشرا رو ببینه و برات دعوا درست کنه چی؟ اینقدر از من سوال نپرس. نه الان یه کاری میکنم، شروع به رقص بکنی. باور کن این کارو میکنم. وای اینقدر نگاهشو نکن. کی گفته نگاهشو میکنم؟ نگاه نکن، اونا دارن واسط نمایش اجرا میکنن. مگه نمیبینی دارن چی کار میکنن؟ واقعا که اونا همه جا همین طوری هن.
من از حاشیه و مقدمه چینی بدم میاد. آدم روک و رو راستی هستم. ظاهر باطنم یکیه. حرف دلم نوک زبونمه. از کسی هم کینه ندارم. من همینیم که هستم. از هر کی میخواین برین بپرسین. اگه کسی رو پیدا کردین که از من چاکی بود، من از استانبول میذارم و میرم. حرفاشو حفظ کرده. من میگم اگه کسی از ما شاکی بود، خب بیان فقط به خود من بگین. خلاصه بگم عدنان بک، من سویل خانمو دیدم و ازش خوشم اومده. اگه مانعی نیست اومدم حضورتون ازتون خواستگاریش کنم. انشالله که خیر باشه. تا اونجایی که فهمیدم خود سهیلا هم راضیه، درسته؟ بفرمایین خانم، خوش اومدی. بیا عزیزم، خوب موقعی رسید. مزاحمتون نشم، بشینید. سلام آقا رضا. سلام، حالتون چطوره؟ بفرمایین، خواهش میکنم. دختره رو دادین رفت؟ خدا از دهنتون بشنوه. چی داشتم میگفتم؟ نظر سهیلا رو پرسیدین؟ سهیلا بله رو گفت. درسته، البته که شهیر خانم و آقا سلیمان هم راضی باشن. راضی هم؟ درست شنیدم؟ راستش نمیدونم. خب بگو راضیم، خیال این بنده خدا رو راحت کن دیگه. راضیم. حالا که اینطوره منم حرفی ندارم. خدا خیرت بده آقا. پاشو دست آقا رو ببوس. این کارا چیه؟ برم الهی. خواهش میکنم. خیلی ممنونم ازتون. تو رو خودت این کارا نکن. خیلی ممنونم. مبارک باشه. عدنان بک ازتون ممنونم. این کارا نکن. ایشالله مبارک باشه. خیلی ممنونم. از شما ممنونم. بابا شورشو دیگه در آورده، کافیه. نزایم نکنین دیگه بابا. خوشبخت بشین، به پایی هم پیر شین. بیا اینجا، میخوام بوست کنم. مبارک باشه، خوشبخت بشین. من واقعا ازتون ممنونم. شکریم. آه به به، سلام. اونا رو ببین. بس دیگه، اینقدر نگاهشو نکن، شورشو در آوردی. مطمئنی اونا با همن؟ فرض کن که با همن، چرا اینقدر برات مهمه؟ چون بیدلیل ازم جدا شد، دلمو شکست و پاروی احساسات و عواطفم گذاشت. بیا بریم، حوصله‌ام سر رفت، میخوام همینجا بمونم. میخوام برم دستجوی. یه لحظه سب کن، زود برمیگردم. الان اینجا شلوغه، یکم سب کن. هنوز اونجا وایستادی؟ چی؟ ولش کن بابا. بوش را کجا؟ این دیوونه کجا داری میده؟ اینجا چه خبر؟ خیلی آدم بی حیایی هستی، شما با هم بزرگ شدین. معلوم است چی داری میگی؟ انکار نکن، به خاطر نهال خانم ازم جدا شدی، حالا هم باش رابطه داری نه؟ دهنتو ببند و خفه شو. آدم احمق، میرم به همه میگم، همه باید بدونم. بوش را خواهش میکنم، برو کنار ببینم. تو گولم زدی. این بدبخت قاطی کرده. چطور تونستی گولم بزنی؟ معلوم نیست این رابطه از کی شروع شده. باشا، یه بار بهت گفتم دهنتو ببند. بلم کن، این عشق بزرگ و مقدس از کی شروع شد؟ بلافاصله بعد از این که ازم جدا شدی؟ کثافت، خودتو خوب نشون دادی. بیا بری. دیوونه هست، انقدر خورده مست کرده. آروم باش. نه خانم،
چند تا سوال چیه؟ چتونه؟ دختره بیشور ببین چه داستانی واسه ایمو درست کرد. مگه چی شد؟ چرا اینجوری سرم داد زد؟ فکر کرده ما عاشق هم دیگه شدی. عجب دختر احمقیه، مغزش اندازه یه موشه. آره دیوونه شده. کجا ببرمتون آقا؟ میریم خونه. درسته؟ دوست داری بری خونه؟ نمیدونم، هنوز اول شبه. دوستم تو خونهش یه مهمونی گرفته، اگه دوست داری یه سر میتونیم بریم اونجا. باشه. سمت تارا بیا. شب بخیر مادمازل. خواهش میکنم به من سر بزن، خیلی خوشحال میشم. مسلمه که میام. تو اولین فرصت میام که کادو تو بیارم. برو تلفن تو جواب بده. انعام خانم، اون موضوع بین خودمون میمونه؟ حتما، خیالت راحت باشه. خیلی خوب، برو دیگه. خداحافظ. خدا. به سلامت. سلام مادمازل. سلام قهرمان. تا بهت نگم شب بخیر نمیتونم بخوابم. اتفاقا منم میخواستم بهت زنگ بزنم ولی دیدم دیر وقتی، گفتم شاید خواب باشی. خواهش میکنم عادتهای روزمره رو فراموش نکنی. آره راست میگی، دفعه دیگه قول میدم فراموش نکنم. هر روز بهت زنگ میزنم. خوبه؟ از راهی دور میبوسمت. مراد جان گوشی بده با نهالم صحبت کنم. مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد. خانم با آقا مهند رفتن خوشگذرونی. الو. خیلی خوب، میبوسمت عزیزم، فردا میبینمت. باشه. ممنون از این که زنگ زدی. خوب کاری کردی اومدی پایین. سهیلا خوشحال شد. دوست نداشتم تنهات بذارم. ازت ممنونم. کاپیتان رضا هم به ما اضافه شد. مرد خیلی خوبیه. آره خدا خیرتون بده آقا. دوباره بگو. نه خند، نمیتونم عدشو درست در بیارم. خواهش میکنم عدنان بیک بلم کن. وای خدا جون، تو خیلی زیبایی. آره میدونم عدنان، خواهش میکنم. امشب خیلی خستم. معذرت میخوام.
عزیزم خواهش میکنم ناراحت نشو. نه ناراحت نشدم. شب بخیر. شب بخیر. شبت بخیر. باشه خیلی خوب، بیمزه نشو. باشه خیلی خوب، کافیه دیگه. اول تو قطع کن. نه اول تو. کافیه دیگه، قطعش کن. باشه خوب دیگه، برو شبت بخیر. عجب کنه بود، ول نمی کرد. نه که تو هم خیلی بدت میاد. وقتی بهش نگاه می کردی دهنت خود به خود اینجوری می شد. فکر کنم از خوشحالی خوابش نمی بره. آره اونم همین حرفو می زد، گفت فردا می خواد زنگ بزنه شهرشو به همه این خبرو بده. مطمئن باش تو فردا صبر نمی کنه، از همین الان شروع می کنه و به همه خبر می ده. بیچاره. حالا برای چی بیچاره؟ اگه آقا رضا واسه این خونه ماهی نمی آورد، سهیلا هیچ وقت نامزد نمی کرد. خب دیگه چی؟ راست میگم، تا حالا پاتو از خونه نذاشتی بیرون، ولی با این حال شانس خیلی خوبی داشتی. یکی هم حماقت میکنه تو رو میگیره. اگه دلت بخواد یه جوون مثل رضا میشناسم، ولی اون یه زن تو پرمپل مثل خودم میخواد. نه خیلی ممنون، فعلا بوی ماهی یه نفر مثل کل خانواده کافیه. شب بخیر. احمق بیشور داشت از حسودی میترکید. ای بابا تو که خودت میدونی این دختر عقل تو کلش نیست. داره از حسودی دق میکنه، بذار خودشو با این حرف خالی کنه. بله. تمام شب و کجا بودی؟ اصلا نیومدی خونه؟ تو اتاقم بودم. داری کتاب میخونی؟ ببینم نویسندش کیه. کاتیا میشه لطف کنی بری بیرون؟ چرا این روزا اینقدر بد اخلاق شدی؟ خواهش میکنم برو بیرون. شبت بخیر. پارچه لباس عروسی تو از آلمان میارم. مرسی عزیزم، ولی من نمیخوام. ولی من برات میارم، باید خیلی خوشگل باشه. واسه ویزا گرفتن کی باید اونجا باشی؟ قراره ساعت 11 اونجا باشیم، ولی از ساعت 8 شروع میکنن به صدا زدن. پس همین الان باید بخوابین که به موقع بیدار بشین، همه یه کارا میفته رو دوش ما. عزیزم دوباره بهت تبریک میگم، انشالله خوشبخت بشی. خیلی ممنون شهیره. شب بخیر عزیزم. شب بخیر مامان، انشالله عروسی منو ببینی. انشالله.
ماشینای پارکینگ رو بشور تا من برگردم. اون صخر بالارم تمیز کن باشه؟ بعد از اون که برگشتم با هم اتاق گلخونه رو تمیز میکنیم. باشه. دعا کن ویزام زود آماده بشه. نگران نباش، آماده میشه. جمیله دخترم، بودو دیر شد، بودو. بابا کجا دیر شده؟ یه ساعت دیگه وقت داریم. خیلی خب بریم. وسایلو بردی بالا؟ آره. فیروز خانمم بیداره، آب هویجشو براش ببر. بردم براش، دیر به هم گفتی. امروز همه سرخیز شدن. بشیر عزیزم، زود صبحانتو بخور و برو سر کارت. دیشب فیروز خانم ساعت چند برگشت؟ خدا میدونه. شاید بشیر بدونه، چون دیشب تا دیر وقت بیدار بوده. من از کجا باید بدونم؟ نکنه فکر کردی من جاسوسم؟ گفتم اگه قبل از نهال اومده باشه حتما تو دیدیش. کافیه، به ما هیچ ربطی نداره. بذار برات چایی بریزم. وای مادمازل، آرومتر. چه خوب شد صبح زود اومدی. خیلی هم صبح زود نیست خانم، اومده بودم بیدارت کنم. زود از خواب بیدار شدم، داشتم آماده می شدم. خیلی خوشگل شدی. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. چه خوشگل شدی دختر. مرسی عزیزم. مادمازلو که دیدم از خوشحالی بال در آوردم. صدا تو شنیدم. گفته بودم که چیزی عوض نمیشه. منم به خاطر همین اجازه دادم بری. سمر هنوز خوابه؟ الان دیگه بیدار میشه. الو بفرما. صبح بخیر. صبح بخیر. تو کجایی؟ هنوز تو اتاقمم. دلم برات تنگ شده. منم همینطور. دیشب چطور بود؟ خوب بود. تو امروز خونه ای؟ تو چی؟ آره. پس منم خونه میمونم. لمیز خانم اینجاست. که اینطور؟ تو سالون پذیراییه. الان باید برم ببینمش. از صبحم خیلی خورده. اون که چیزی نمیدونه. بی خود خودتو نگران نکن. چطور میتونی اینقدر بی خیال باشی؟ خب تو هم مثل من باش. سعی میکنم یه جوری از زیر زبونش بکشم بدون اینکه متوجه بشه. باشه، فقط حواستو جمع کن. باشه بیسان، میبینمت. خداحافظ. صبح بخیر. معذرت میخوام، فکر کردم خوابی، در نزدم. داشتم با بیسان حرف میزدم. سلام رسوند، اول با هم یه قهوه بخوریم بعد برو. باشه؟ باشه. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. مادمازل چه سحرخیز شدین؟ مثل همیشه. درسته. خب بگو ببینم دیشب خوش گذشت؟ زیاد خوب نبود. مگه چی شده؟ بشرا رو دیدیم. خب صبح بخیر. صبح بخیر. سلام مامان. صبح بخیر. چطوری؟ ممنون خوبم. ماشاءالله شما چقدر خوشگل شدی. آره راست میگه. نظر لطفتونه. خونت خوبه؟ بله خدا رو شکر.
دیشب کجا غیبت زدی بود؟ همه دنبالت میگشتن. کی سراغمو گرفت؟ سوهر خانم. ای بابا کجا بودی؟ دیشب خیلی دلم شور میزد. با همه دوستام تو باشگاه داره هم جمع شده بود. تو؟ تو که هر سال از باشگاه فرار میکردی؟ خیلی حوصله‌ام سر رفته بود، مجبور شدم برم، ولی از دستشون فرار کردم و با یه تاکسی خودم رسوندم خونه. ولی ما تو حیاط نشسته بودیم. نه عزیزم، همه یه چراغا خاموش بود، خواب بودیم. پس دیر برگشتی خونه. چه خبره؟ بابام هم این همه بازجویی نمی کنه. درست راست میگه. آفرین نهال. فراموش نکن در مورد دیشب باید با هم حرف بزنیم نهال. واسه خودت چه درد سری درست کردی؟ مگه چی شده؟ ما که زود برگشتیم خونه. آره راست میگی، دمدمای صبح بود دیگه، مگه نه؟ داشتی در مورد بشرا حرف میزدی؟ دیوونه شده، یه دفعه پرید به مهند. جدی؟ آره، سعی کرد سر رو صدا کنه و همه رو دور خودش جمع کنه، ولی مهند عاقلانه برخورد کرد. ما با تاکسی برگشتیم، ماشینم گذاشتیم همونجا. کار خوبی کردی. عدنان زیاگیل عموی واقعی مهند نیست. من مطمئنم که اونا یه فامیلی نسبتاً دور دارن. درسته، یعنی نهال هیچ نسبتی باهاش نداره. چرا که نه؟ بله درسته، من مطمئنم. نهال از روز اول از من خوشش نمی اومد، پس میتونه به همین دلیل باشه. بله، پس خواهش میکنم از زبان من منتشر نکنین، چون انکار میکنه. باشه ممنون، حتما همدیگر رو میبینیم. خداحافظ. صبح بخیر. با خبرنگارا حرف میزدی؟ خودشون زنگ میزنن، از دیشب ولم نکردن. بشرا معلوم هست داری چی کار میکنی، اینقدر خودتو اذیت نکن. باید حالشو بگیرم، حقشه، نشونش میدم آدم عوضی. اگه گفتید چجوری میشه فهمید مهند اومده؟ قبل از خودش بوی عصرش میاد. صبح بخیر. تو که تا همین چند دقیقه پیش خوروپوف میکردی. صدای پاتو که شنیدم خودمو به خواب زدم. سلام. علیکی سلام. دیشب به خاطر بشرا بهتون خوش نگذشت، درسته؟ براشون خیلی مختصر و مفید توضیح دادم. مگه چیزی هم مونده که بگی؟ نه بابا جون، من که گفتم مهند خیلی عاقلانه برخورد کرد. امروز میای شرکت؟ اگه شما بخواین میام. به نظر زیاد حوصله نداری بیای، پس نمیخواد بیای. نه، اگه بخواین میام. لازم نکرده، به جای اینکه تو شرکت بخوابی برو لبه استخر بگیر بخواب. فکر خوبیه. آه، گوشوارتونو پیدا کردی؟ ببینم کجا پیداش کردی؟ تو اتاقم بود. جدی؟ شما که تو حیات دنبالش میگشتی؟ درسته، تو گل خونه دنبالش میگشتی؟ خدا رو شکر پیدا شد. نهال جان پاشو. کجا میری؟ واسه درمان. در هفته سه روزشو میرم، ولی چون وقتی میرم و برمیگردم شما هنوز خوابین، متوجه این موضوع نشدیم. منم تو دم در میام. لازم نیست، میخوام همراهیت کنم. با اجازه. به سلامت. خدا نگهدار. خدا حافظ. این دوره های درمانی خیلی به درد نهال خورد، میبینیدش؟ الان یه مدت خیلی آرومه. ماشالله. مراد جان عزیزم، اگه صبرتو خوردی با هم بریم اتاق موزیک. بروی چشم. کارم که تموم شد میام دم استخر تا قایقم رو بهت نشون بدم. ممنونم. باشه،
منم منتظرت میشینم تا با هم یه قهوه بخوریم. میخوام برام تعریف کنی خونه رو چجوری چیدی. باشه میام و تعریف میکنم. خیلی خوب، خیلی وقته که با هم حرف نزدیم. مهند، میگم خیلی وقته که با هم حرف نزدیم. ببخشید. کجا؟ کار دارم الان میام. مادمازل، میتونم باهاتون صحبت کنم؟ بله حتما. اگه مشکلی نیست بریم تو تراس حرف بزنیم. تو شروع کن، من زود برمیگردم. بفرمایید بشینید. نگرانم کردی. اینجا چه خبره؟ من میدونم میخوای با هم چی کار بکنی. داری تهدیدم میکنی. متوجه نمیشم. مادمازل، خودتونو به اون را نزنید. چه لزومی داره موضوع گوشواره‌ها رو سر میز باز کنی؟ منظورت گوشواره های سمر خانومه؟ البته. این کجاش تهدیدآمیزه؟ من نمیدونم. چند روزه که سمر خانم دنبال گوشوارش میگرده. خب امروز وقتی گوشوارش رو تو گوشش دیدم خیلی شوکه شدم که چجوری تونست اون تاریکی و بین اون همه سنگ و گل پیداش کنه. خب باید چی کار میکردم؟ نباید میپرسیدم؟ متاسفانه چیزی نمیفهمم. مهند، میشه برام یکم توضیح بدی؟ اون گوشواره ها رو عمو به سمر هدیه داده. اینو که میدونم. سمر اون شب واقعا گوشواره‌اش رو گم کرده بود، ولی پیداش نکرد. چون نتونست پیداش کنه بدل گوشواره رو انداخته گوشش. من میدونستم. ولی تو این موضوع رو باز کردی. خب خیلی ناراحت شدم. دیدی اون لحظه چجوری رنگش پرید؟ وقتی اون سوال ازش پرسیدی شوکه شد. فکر کرد میخوای به عمو بفهمونی که اون گوشواره قلابیه. همین. مهند کافیه دیگه. میدونم که زیاد با همدیگه جور نیستی. سمر فکر کرد که میخوای لجشو در بیاری. یعنی اصلا فراموشش کن، بهتر موضوع رو عوض کن. من که هیچی از حرفات نفهمیدم. با سمر خانمم مشکلی ندارم. دیگه نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. راستش از اولم اشتباه کردم، ببخشید. نمیفهمم چی میگی. مگه نگفتم دیگه موضوع رو فراموش کنید؟ ما حرفی با هم نزدیم. مهند، راستش منم میخوام در مورد موضوعی باهات صحبت کنم. بگین میشنوم. میخوام دوباره در مورد نهال باهات صحبت کنم. میترسم مثل دفعه قبل منظورتو بد برداشت کنه. اون روزای خیلی سختی رو به خاطر تو گذروند، ولی فکر میکنم الان میخواد که اون روزا رو فراموش کنه. ما فقط داریم سعی میکنیم روزای خوبی رو با هم داشته باشیم. همین.
نهال خیلی خوشحاله، داره از خوشحالی پرواز میکنه. میدونم من باید از خوشحالیش خوشحال باشم، ولی میترسم این خوشحالی دوام نداشته باشه. الان چند روزه که فکرم مشغوله، دوست داشتم باهات حرف بزنم ولی بعدش پشیمون میشدم. البته قبلا بهت گفته بودم، الانم دوباره میگم، تو واسه نهال یه ضربه ای. خواهش میکنم سعی کن ازش دور شی. باشه.